این باکس کوچولو این وسط چند تا کار خیلی مهم انجام میده. اولین چیزی که اینجا هست، اگه شما یه تک کلیک روش بکنید، فرایندهای داخلی نرم افزار رو از اینجا میتونید ببینید. به طور مثال اگر شما یه کلیپ رو انتخاب بکنید و بیایید اینجا Analyze and Fix رو بزنید، این کاری که داره توی نرم افزار انجام میشه و اون محاسباتی که نرم افزار داره انجام میده، البته خب این قبلا انجام شده بود، بزنید یه کلیپ دیگر رو انتخاب بکنم، Analyze and Fix، اوکی. این اتفاق اینجا شما میتونید ببینید. اگه دیدید داره سیستمتون رو کند میکنه، خیلی سریع انجام شد. یه بار دیگه میزنم که بتونید اینجا ببینیم. اگر دیدید که این کار داره این اذیت میکنه، میتونید این زبدر رو بزنید و دیگه اون کار رو انجام نمیده و اون اتفاق کنسل میشه. در مورد رندرینگ هم باز به همین صورته. شما اگر خواستید این کلیپ رو رندر بکنید، میتونید انتخابش بکنید، بیاید توی مودیفای رندر سلکشن، که من فکرم کاملا مشخص چیکار میکنه، اون کلیپی که شما انتخاب کردید رو رندر میکنه، رندر آل، طبیعتا همه چیزایی که دارید رندر میکنه. من رندر سلکشن رو میزنم و اینجا اگر دیدم که این داره کند میشه، میتونم بیام زبدر رو بزنم و کلا کنسلش کنم. هر کدوم از اینا مخصوصا یه کارم، مثلا شما زمانی که دارید بکاپ میکنید یه لایبرری رو از توی هاردتون، توی هارد اکسترنال، توی این میدیا منیجمنت دیده میشه و از اینجا میتونید کنسلش بکنید حالا یا مونیتور بکنیدش و ببینیدش. عنوان آخری هم که اینجا هستش، این تحتهیه، با یه تکلیک شما میتر صداتون رو میتونید روشن بکنید که اینجا دیده میشه یا خاموشش بکنید. اما خود این تایملاینی که اینجا هست که طبیعتا خیلی مهمه، شما اگر دابل کلیک روش بکنید یه همچین چیزی برای شما باز میشه، میگه این کلیپ رو الان میخوای چی کار باش بکنی. هرچند اگر شما مثلا یه کلیپ رو انتخاب بکنید و اصلا اینجا دابل کلیک هم نکنید، کلیک هم حتی نکنید، دکمه مثبت رو روی کیورد بزنید و بزنید فرضاً 5، 5 فریم این کلیپ رو جلو میبره. یه همچین اتفاق میفته. اگر شما یک کات رو انتخاب بکنید و بزنید مثبت مثلا 3، خود این کات رو، البته فکر کنم آخر کلیپه، چیزی نداره که بخواد جلوتر ببره. به طور مثال اینجا حالا اگه باشیم ما بزنیم مثبت مثلا 7، این کات رو، خود این کات رو، نه کل کلیپ رو، 7 فریم جلو میبره، یا منفی 4، 4 فریم عقب میاره. پس اگه کلش انتخاب شده باشه، شما بزنید مثلا منفی 6، کلش رو جابجا میکنه. اگه فقط اون کات انتخاب شده باشه و شما مثلا بزنید مثبت 2، فقط خود اون کات رو جابجا میکنه. اینم در نظر داشته باشید که این دستور همه جا کار میکنه. به طور مثال شما اگر لبه این کلیپ رو هم انتخاب بکنید و بزنید مثبت 7، 7 فریمش اضافه میکنه. خودش رو اگه انتخاب بکنید بگید منفی 20، 20 فریم عقب میبرتش. این برای زمانی که شما میخواید مثلا فرض کنید یه چیزی رو اینجا 2 فریم کم کنید یا زیاد کنید، یا این واقعا فوق العاده به درد میخوره. یه شورتکاتی که خیلی توی این فرایندها به کار شما میاد، برکت چپ و راسته که لبه ها رو برای شما انتخاب میکنه. شما اگر اینجا به این لبه ها نگاه کنید، خیلی دقیقا شبیه همین برکت چپ و راستی هستش که اینجا دارید و دقیقا با همین هم شما میتونید انتخابش بکنید. به طور مثال شما اگه بخواید این طرف این کلیپ رو انتخاب بکنید، با برکت راست میتونید انتخابش بکنید، یا نه یکی برکت چپ. اگر خواستید دوتاش رو انتخاب بکنید، این بک اسلش رو باید بزنید که دقیقا بغل دست همین دوتاست. و حالا اینجا شما مثلا میتونید بزنید مثبت، ببخشید، میتونید با نقطه و کاما، چرا کار نمیکنه، ببخشید، یه بار دیگه من این انتخاب بکنم، مثبت 3، دقیقا 3 فریمی کات رو جلو میاره، یا منفی 6 عقب میارتش، یا اگر دوباره این یکی برکت رو انتخاب بکنم، منهای 3، باز دقیقا 3 فریم بهش اضافه میکنه یا کم میکنه. یه چیزی هستش، اینو حتما در نظر داشته باشید، منطق کار کردن این اتفاق اینجوری نیستش که به این کلیپ
کم کن یا بهش اضافه کن. به طور مثال همونطور که شما الان دیدین، من اگه اینجا بزنم منفی 12، درسته که من منفی زدم، ولی از این کلیپ کم نمیکنه. چرا اضافه کرد بهش؟ علتش اینه که شما در واقع داری میگین تو این تایمی که هستم عقب برم یا جلو برم. مثلا من اگر اینو انتخاب بکنم بزنم مثبت 4، 4 فریم توی تایملاین من رو به جهت مثبت حرکت میکنه. بالعکس اگه بگم منفی 8، به سمت عقب حرکت میکنه. به خاطر همین اگر شما اینجا این طرف رو انتخاب بکنید و بگید مثبت مثلا 22، 22 فریم رو به این ور حرکت میکنه، 22 فریم به این کات اضافه نمیکنه. این نکته رو گفتم حتما شما بدونید. اگر هم شما چیز رو خواستید طولش رو کم و زیاد بکنید، یعنی کلا زمان این کلیپ رو زیاد بکنید بدون اینکه بخواید بیاد اینو انتخاب بکنید و حالا مثلا نقطه یا کاما رو بزنید یا شیفت نقطه یا شیفت کاما رو بزنید، اگر خواستید از خود انتخاب کردن خود کلیپ هم این کار بکنید، میتونید شما بیاین اینجا توی change duration، توی modify change duration، یا شورتکاتش کنترل دی هست. دی به معنای دیوریشن و کنترل، کنترل کردن دیوریشن. حالا شما کنترل دی رو میزنید و دقیقا دوباره اینجا تایمش دیده میشه. من اگه اینجا بزنم 4، دقیقا میشه 4 ثانیه طول کلیپ من، یا کنترل دی 1.5 ثانیه. این هم در نظر داشته باشید، همیشه از انتهای کلیپ کم میکنه یا بهش اضافه میکنه. مثلا من اگه اینجا بیام بگم 3 ثانیه و 10 فریم، میاد آلت پوینت من رو جا به جا میکنه، به این پوینت من کاری نداره.